علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس سابق مجلس ایران در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بعضی مسئولان از نبود زندانیان سیاسی در کشور سخن میگویند و متهمان و دستگیر شدگان را مجرمان امنیتی نامگذاری میکنند. وی اذعان کرده که این مسئولان خودشان را به نادانی و تجاهل میزنند. علی مطهری گفته آنان ابتدا برای حکومت قداست قائل میشوند و نظام را غیر قابل انتقاد میدانند. بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشور منتقد و مخالف نظام هم داریم. وی افزود برخی میخواهند بگویند اساساً در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظام نداریم و هر فردی هم که اقدام مخالفت میکند متهم و مجرم امنیتی است، در حالی که اینطور نیست. ما نمیتوانیم یک منتقد و حتی یک مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم، بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب میشوند. وی اذعان کرده که با این توصیف در ایران هم مخالفان سیاسی وجود دارد و هم زندانیان سیاسی. وی زندانی و مجرم امنیتی را کسی معرفی کرد که امنیت مردم را به خطر میاندازد و مبارزه مسلحانه انجام میدهد، نه کسی که صرفاً انتقادی به مقامات کشور داشته است. وی در مصاحبه خود متهم کردن منتقدان سیاسی را به مجرمان امنیتی ترفندی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضایی معرفی کرد که تاکنون علیه همه منتقدان و مخالفان نظام استفاده شده است.